اجازه نمی دهیم جنگجویان سوری را به افغانستان بفرستند. این مطلب را سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست خبری در شهر نیویورک بیان کرده، تاکید کرد که روسیه اجازه نخواهد داد در چارچوب توافق با ترکیه برای خودداری از عملیات نظامی در ادلب پیکارجویان حاضر در سوریه به افغانستان یا کشور دیگر فرستاده شوند. اما آقای لاوروف از کشور به گونه مشخص نام نگرفته است که کدام کشور در تلاش فرستادن جنگجویان داعش از سوریه به افغانستان است. در همین مورد بیشتر بحث میکنیم. بیننده های عزیز سلام، با برنامه بازنگاه از تلویزیون خورشید خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان جنرال عتیق الله عمرخیل آگاه نظامی، سید حامد انوری فعال سیاسی و دکتر سید شکیب منتظری رئیس حزب نهضت ملیگرای افغانستان. مهمانان گرامی به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. آقای عمرخیل، بحث با شما آغاز میکنیم. واقعا نگرانی فرستادن جنگجویان سوری به افغانستان چقدر جدی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و آغاز رئیس نهضت ملیگرای افغانستان، همکاران تخنیکی شما و تلویزیون بینندگان عزیز تلویزیونی شما. زی جای هیچ شکی نیست، نه تنها که ما میگیم نگرانی، بلکه همی یک چیزی حقیقت است. اول خواهی تو فکر بکن که سرحدات افغانستان که کاملا باز است. افغانستان هیچ دروازه نداره، هر کس میتونه بیه، هر کس میتونه بره، کی او را تعقیب میکنه، توسط کی تعقیب میشه تا بال معلوم نیست. خب حداقل آمدنش جنرال صاحب یک صحبت، این که چی زمینه به خاطر فعالیت و گسترش حضور این جنگجویان در افغانستان وجود داره، چی است؟ زمانی که 5 سال پیش اولین گروپ داعش در خاک سفید فرا به وجود آمد، دولت افغانستان منکر شد که نه داعش در افغانستان نیست. بالاخره دیده شد که داعش در نگرهار پیدا شد. یعنی باور شما ای است که واقعا داعش حضور داره در افغانستان؟ چون هنوز هم شمار از سیاستگران به این باور است که داعش حضور نداره. خب صحیح، اگر داعش وجود نداره پس ای بم کلان مادر که برش میگفت در چین انداخت خیلی بری چی بود؟ یعنی همه دروغ هم یک اندازه داره، در سیاست آدم دروغ میگه مگر نیک شاخدار باشه. خب حداقل سخنرانی هفته گذشته آقای حکمتیار اگه شنیده باشین گفتن که داعش و طالبان فقط یک گروه هستند. اینطور است که هر کس هر چی میگه، هر کس هر چی میگه. در روز اول دولت ما همه میگفت که بیرق سفید بسیار تبدیل کرده، ولی ای تو فکر نکنین که کیجیبی امی قدر خواص که از بعضی افغانستان خبر ندار. ای تو هم نیست، اون یک کشور قدرت جهانی است، هم از نقطه نظر تکنیکی هم از نقطه نظر استخبارات. اگر ما برات بگویم که استخبارات تمام دنیا در افغانستان از وجود داره، راستی هم امی داعش بود که در خود چیز شنوار ریسفیده و کلانای شنوار سر مین شاندن و کشتن. این خود دولت ما اعلان کرد. نه فعلا مردم ننگرهار و مردم کنر بار بار میگه که داعشی ها در اینجا وجود داره، تقویه شده میره. حتی در شمال میگن که در جوزجان در یکی از ولسوالی ها میگه مرکز داعش است، مرکز داعش، تعلیم تربیه داعش است و با چیزی خود هستن یک جای. و از طرف دیگه هم میگه که یک تعداد داعشی ها از ترس طالبا به دولت آمدن. پس من نمیفهم که کدامش را قبول کنیم. خب حداقل باور شما چی است؟ این گروه ها را کی ها حمایت میکنن؟ سر و صدا های از رسانه ها ممکن شما هم شنیده باشین که در گذشته ها روسیه بار بار ادعا کرده که توسط چرخبال ها به شمال افغانستان این گروه ها انتقال میابند. روسیه واضح گفته، نه تنها توسط چرخبال بلکه واضح گفته و چندین مرتبه لاوروف هم گپ زده و کابلوف هم عینی گپ زده که داعش یک پروژه امریکا هست، از طرف امریکا تمویل میشه، از طرف امریکا آورده میشه و در داخل افغانستان آورده میشه و از این خاطر ما تشویش داریم. یعنی در سخنرانی روز گذشته آقای لاوروف هم فکر میکنین هدفش امریکا بوده؟ از این خاطر دو هفته پیش مگه شما شنیده باشین خود امیر لاوروف اعلان کرد، خود روسیه اعلان کرد که ما با طالبا کمک میکنیم که داعش از بین ببره. بنابراین معلوم میشه که امروز کیجیبی مستقیما در داخل افغانستان همه چیز تعقیب میکنه. بنابراین بر هر صورتش
هر حرکت ابتدایی که به وجود میه، هر پروسه ابتدایی که به وجود میه، او از بین رفتنی نیست. خصوصاً به این کشورهایی که نه حکومتش قدر قوی است و نه اتفاق اتحاد ما بین خود داره، نه یک حکومت واحد داره. در اینجا تکثر از وا، زیادت از وا، با وجود آمدن از وا، هیچ مشکل نیست. هر کسی که میاره. یعنی این شگاف‌های سیاسی که در افغانستان وجود داره فکر میکنین زمینه ساز است یا یکی زمینه‌های اجتماعی هم در اینجا وجود داره؟ در عسکری یک اصل است. میگن که زمینه ساز تعرض دشمن خود مردم او منطقه است. وقتی که او منطقه مردم از او منطقه در بین خود ناسازگار شدن، وطن خود دوست نداشتن، منافع ملی خود زیر پای میکنه، منافع شخصی خود پیش میکنه، این عینی همون زمینه بهترین زمینه کشت برای دشمن است. تشکر. بهترین زمینه کشت برای دشمن است. قانون نظامی امیر میگه میشه. دیگه به این خاطر من به حضور شما عرض بکنم که نباید ما چشم خود پوت بکنیم. تا او وقت نشوه که باز مثل طالبا وارد زیر گلون ما بیه، در شهر کابل انتحار بکنه، بیو همه ترمه است. امروز در غرب کابل چیزی انتحاری که شده هم دیگه دایش کده. تشکر. آقای انوری، منکر نباید باشیم ولی تدابیرش باید بگیریم که چطور تدابیر بگیریم. فکر میکنین واقعا ایالات متحده امریکا دست داشته باشه در انتقال داعش از سوریه به افغانستان، چیزی را که آقای لاوروف به عنوان یک نگرانی اون هم در نشست خبری در نیویورک چنین مطلبی را بیان کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر شما و تشکر صحبت های بسیار خوب جناب جنرال صاحب و همچنان خدمت محترم استاد هستیم و سلام دارم خدمت بینندگان محترم. دقیقا سال 2016 به این طرف، زمانی که داعش یا یکی گروه های دیگه که افراطی بودن در مقابل دو تا دولت که برات از عراق باشه و سوریه باشه جنگ میکردن، زمانی که اینا رو به شکست مواجه شدن، از امو فرصت، از امو زمان اینا در فکری بود که در صورتی که اگر از عراق و سوریه به طور کلی اینا شکست میخوره، حداقل یک قلمرو دومی یا یک جغرافیای دومی را در نظر داشته باشند که دقیقاً گروه های نظیر داعش یا گروه های افراطی که در تحت هر نام و اسم و رسمی که هستن، در هر جایی که هستن، طبیعتاً جاهایی را انتخاب میکنه که مردم اون منطقه هم یک نسبت های با اونا داشته باشه و بحران در اون منطقه باشه. متاسفانه کشور ما افغانستان که سیده هست، بحران است در اینجا. و نکته مهم دیگه ایره که جناب جنرال صاحب گفت، همه ازداد و بندهای سیاسی، اختلافات به اصطلاح سیاسی احزاب مختلف و دولت با شخصیت های احزاب و سوی دیگه اسلام خواهی عمیق مردم افغانستان. مردم افغانستان تقریبا 80%شان یک مسلمانان بسیار خوب سنتی که من فکر میکنم در همین امروز هم مثل که در صدر اسلام زندگی بکنه به همون شکل فکر میکنن. یعنی با در نظر داشته بافتهای اجتماعی فکر میکنین زمینه های اجتماعی به خاطر فعالیت این گروه برابر است؟ برابر است، بله. سه تا دل میتونه ای باشه. و از سوی دیگه ایالات متحده آمریکا، وزیر خارجه روسیه بارها و بارها اعلام کرده که کشوری هست، قدرتی هست که نیروهای داعشه، چی سران داعشه و چی نیروهای نظامی داعشه، در داخل خاک سوریه و عراق اگر یک زمانی در محاصره قرار میگیرن یا تحت خطر قرار میگیرن، اونو جابجا میکردن. و منظور روسیه کجاست؟ ایالات متحده آمریکا. خب حداقل ایالات متحده آمریکا هم بارها در برابر چنین اظهارات آمدن، موقف گرفتن و این را کاملا از بنیاد رد کردن. دقیقا. ببینین، هیچ کشور نمیخواد که به اصطلاح خب یک واقعیت تلخی که به اصطلاح ملت های یک منطقه بسیار بزرگ به نام خاورمیانه از اونا رنج میبره، اونا به اصطلاح خب تلفات میتن، کشورشان خراب میشه، جغرافیشان خراب میشه. طبیعتا هیچ کشور نمیپذیره که کارو من میکنم. ولی ایالات متحده آمریکا همونطوری که روسیه بارها از طریق وزیر امور خارجش اعلان کرده که یک قدرت بزرگ است که نیروها را جابجا میکنه، ایالات متحده آمریکا هم رد کرده. ولی دقیقا یک موضوع در این مهم است که طبعا یک دست قوی که با تمویل و تجهیز گروه
همیشه او همکار است، همکاری میکنه که میتونه این گروه به پای خود استفاده باشه. حالا به اصطلاح آخرین رمقایشون در داخل سوریه و عراق، در عراق خب فکر میکنم که شاید وجود نداشته باشن، اما در سوریه مثلا در ادلب، ادلب یک مرکز شده که فیلحال به اصطلاح خب از اون بوجه میتونه تهدید بکنه، دوباره عراق تهدید بکنه، خود سوریه رو تهدید میکنه. بنابراین روی این لحاظ آلی که روسیه و ارتش سوریه تصمیم گرفتن که باید برن اونجا عملیات بکنه، یک دفاع جمعی حتی در سطح دولت‌ها در مقابل اینا قرار گرفت. مثلا ترکیه به هیچ عنوان حاضر نشد که به اصطلاح عملیات ارتش سوریه به حمایت به اصطلاح هوایی روسا در اونجا صورت بگیره. چرا؟ خب حداقل ترکیه هم متهم است به خاطر پشتیبانی از این جنگجویا، به دلیل اونا میتونن رضایت نشان بدن به خاطر انجام چنین حملات. ببینین آمار کنشان میتن میگه در طول این مدتی که داعش یا گروپ های مختلف تروریستی که در داخل سوریه و عراق جابجا شدن جنگ شروع کردن، حدود بالای 14,000 نیروهای نظامی افراطی که اونا آموزش دیده هستن از طریق ترکیه وارد به اصطلاح ادلب شده و از ادلب به عنوان یک مرکز پخش شدن در به اصطلاح در سوریه و در عراق. اینا بنابراین ترکیه هم به همین عنوان به خاطر همین قضیه، اگر برای فردای که ادلب دست این نیروهای به اصطلاح تروریستی میره، اینا جایی ندارن به جز اینکه از مسیر ترکیه یک تیر چند بره داخل ترکیه باقی میمونه و یک جاهای دیگه بتون خود بکشن بیرون شن. تشکر. واقعا حامیان داعش کی هست و چرا این گروه ها را تلاش دارن به افغانستان انتقال بدن؟ اون چرا که آقای عمر خیلی اشاره کردن، اون چرا که آقای انوری اشاره کردن، بخشی از افکار عام در داخل افغانستان است که چنین دیدگاه های عملا در بین مردم مطرح است و ایالات متحده آمریکا را به عنوان حامی این گروه در افغانستان میپندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت بزرگان حاضر در بحث، جناب شما و هم عزیزان. یک بحث بستر و زمینه یک پدیده است، یک بحث صاحب و مؤسس و بنیانگذار و حامی یک پدیده. در افغانستان ما عوامل بسیار فعال به عنوان بستر و زمینه برای نفوذ هر نوع تفکرات رادیکالیسم داریم. قرائت تند دینی مسلمانان بخش‌های از خاک افغانستان، رابطه بسیار عمیق با جهان عرب خصوصا از دوران جهاد و تعبیه شدن یک تعداد تفکر عربی اسلامی یا اسلامیزه شده عربی در این سوی، بستر سوم نفوذ وهابیت در بخش‌های از جامعه احناف عزیز در افغانستان، فقر مزمن و بیکاری و خصوص در ولایات دوردست و فقیر مثل ولایت کنر، نورستان، بخش‌های از لغمان، پایین بودن سطح سواد و آگاهی و نزدیک نبودن به مراکز شهرها، نبود ارتباط خوب با جامعه جهانی، یعنی ما و شما افغانایی را داریم که برخلاف بسیاری از ملت‌های دنیا سفرهای خارجی چندانی ندارند، فرهنگ خشونت و احساسات به جای عقلانیت و خردورزی، عدم مسئولیت پذیری دولت، محبوبیت روحانیت تندرو به جای روحانیون جید فعال، عاقل، خردمند و متین و بسترهای زیادی که 80 تا ایرال برای شما برشمردم و ممکنه بیشتر از این باشه، تمامی عوامل دست به دست هم میته و افغانستان را به طور کل، بخش های از افغانستان، بعضی از ولایات را بیشتر، خاص‌تر و اساسی‌تر بستر میسازه برای تفکرات تندروانه. خب حداقل کسایی که از این زمینه‌ها استفاده میکنن او کی است؟ چنانچه بزرگان میربانی کردند که کشور ما از جایی که نقطه استکاک قدرت ها در طول تاریخ خود بوده امروز هم هست، فعالیت شبکه های استخباراتی و استفاده بسیار مفت و مجانی و ارزان از خاک ما و از نیروی بشری ایجه، این معنا را میرسانه که شاید یک کشوری نباشه که ما تمام عوامل را به گردن کشور واحدی بندازیم. با باور ما از درون ناتو شروع میشه
تا به کشورهای عربی، قدرت‌های منطقه، بسیاری اینا در پرورش جریان طالبا و بعد از طالبا امروز هم برای به وجود آوردن داعش نقش دارن. معنی سخن می است که ما به طالب یک دست با یک منبع واحد باور ندارم، برای داعش منبع واحدم باور ندارم، ولو در افغانستان که بگویم داعش پدیده است متعلق به کشور خاصی و اینی کشور عاملش است و حامیش است. داعش داعشیزه شده بخشای از طالباست که توسط پول یا توسط بعضی انشعابات درونی طالبا بحران مدیریت و بحران رهبری داخل طالبا، فعالیت بسیار گسترده بعضی شبکه‌های استخباراتی، اینی چیزا سبب شد که بخشای از طالبا بیان داعش شوند. حال اینی طالب داعشیزه شده و داعش شده ممکن است یک بخشش توسط فلان قدرت هدایت و رهبری شود و جایی که لازم است ازش به عنوان یک ابزار استفاده بکنند، بخشش از جانب کشور دیگه. و با شما یک مثال زنده میدم، گرچه نمیشه این بحثار خیلی با مصداق بیان کرد، یعنی بر دلیل نمیتونیم و الا مصداقهای بسیار واضحی داریم برش. شاید حدود 1000 نفر داعشی که در سمت شمال گمان میکنم در جوزجان بود وقتی جوزجان که مورد حمله طالبا قرار گرفت و بعد نیروهای دولتی 200-250 تا از اینا را نجات داد که در بینشان نوجوان و کودک هم فراوان است که حالا شاید کابل منتقل شده. شما یک نگاه تخصصی و عمیق اگر در قضیه بندازین، این جنگ بین طالب و داعش نیست. جنگ بین طالب و داعش در ولایت جوزجان جنگ بین دو صف است، جنگ بین دو قطب است و جنگ بین دو قدرت است. از یک جانبش داعش نمایندگی میکنه و داعش او بخش است و او صف است. از یک بخشش، از یک جناحش، از یک ضلعش ای طالبه که حمله کرده بالای داعش، این نمایندگی میکنه. و پالیسی بعدی که دولت افغانستان تا کدام زمان نباید مداخله بکنه، کماندوها نباید وارد شوه، ای هم جزی امی بازی دو صف و دو جنبه است که وارد قضیه است و جایی که لازم میدانن بعد وارد میشه، اونو طالبا برش دستور داده میشه از جنگ دست میکشن و اینجا دولت میایه اینا را بازداشت میکنه میاره به کابل. پس قابل توجه ملت عزیز و رنج دیده ما ایره میدانیم که اگر ما از کلنگری فاصله نگیریم، در تحلیل خود از پدیده هایی که رنج ما میته اشتباه میکنیم. ما اگر بیاییم به صفت یک واحد کلی و به صفت یک کل و یک جبهه داعش و یا طالب در نظر بگیریم و ببریم منوتش بسازیم به یک کشور خاص، ما دچار اشتباه میشیم. اینمی اشتباه در تحلیل های ما بود که ما متاسفانه در انتخاب اشتباه کردیم. اشتباه در انتخاب ما بود که ما در بازی باختیم. اشتباه در تحلیل، گزینش، انتخاب و نوع بازی ما بود که 5 دهه است ما به نتیجه نمیرسیم. خب حداقل با اساس تحلیل که شما داشتین، این تحلیل اشتباه ظاهرا دیده میشه که در میان کشورهای جهان هم دیده میشه، این که روسیه به شکل کل امر میکنه که ایالات متحده امریکا حامی داعش است و امریکا هم میگه که حامی طالبان روسیه هست. پس این نشان دهنده چی است؟ چقدر واقعا هشدار میتن برای ادامه جنگ در داخل افغانستان؟ اونا اشتباه نمیکنن، اونا بسیار دقیق میفهمند، چون شبکه‌های استخباراتی که گویا نعوذ بالله معجزه میکنه در اختیار روس‌ها، آمریکایی‌ها، انگلیس‌هاست. ولی وقتی که روسا میآید تمام ملامتی و مسئولیت داعش را به گردن آمریکایی‌ها میندازه، یعنی مسئولیت داعش را نه تنها از خود بلکه از صفی پاک میکنه که روسیه جزی او گروه است. روسها به شمول چند تا کشور قدرتمند درون ناتو و چند تا کشور قدرتمند منطقه ما اسلامی و غیر اسلامی اینا یک پکیج است، یک بسته است. شاید روسها داعش نداشته باشد افغانستان، جریان طالبا بخشایش وابسته به روسها هست، اما در صف و ستادی که روسها قرار دارند، در اینمی صف و ستاد بخشهای از داعش و تفکر داعشیزم در این طرف هم پرورش داده میشه و از او به عنوان مهره استفاده میکنند. این جانب هم به می ترتیب
از صف مقابله که روس ها میایم مسئولیت داعش به گردن از اون اندازه به این صف هم که شما ببینین اینجا هم باز در قسمت های هم نظر هستن هم پیمانند و کارهای مشترک دارن وقتی پایین تر می باز تقسیم میشه بنابرو یا مسئله طالب اگر روز میایم به گردن روس ها مندازن درست میگن ولی تا جای درست نمیگن درست میگن ما بخشای از طالبا را داریم که هم تمویل سیاسی میشه از جانب روسیه هم تمویل نظامی میشه هم تمویل اقتصادی میشه ولی به انصافی است اگر شما تمام طالبا را بیاین بگوین که امروز از روسیه دستور میگیره و از روسیه تمویل میشه خب حداقل با تحلیلی که شما داشتین هر دو طرف در این قضیه و در بحث گروه های افراطی دست دارن پس موقف گیری هایی که مقامات آمریکایی و روسی در برابر یکدیگر دارن به هدف چی است میخواین چی چیزی را ثابت بکنن دو نکته را میخواین دنبال بکنن دو هدف دنبال میکنن و دو نکته را میخواین تبارز بدن هدف را که دنبال میکنن یکش تخدیش و تحریف افکار جامعه افغانی تخدیش و تحریف افکار ملت های خودشان و جامعه جهانی است افغان ها را بسیار تلاش میکنن به یک نحو عالی به این نقطه برسانند که طالب دیگه یعنی دیروز با پاکستان تنها وابسته بود امروز روس هم در کنار پاکستان از این حمایت میکنه که بعضی مسئولیت ها از این آدرس خلاص شوه این جامعه اقفال شده باشه طرف مقابل میآید مستندسازی میکنه سندیت سندا پیشکش میکنه تبلیغ میکنه و قرائن و زمینه ها و شواهد رو پیشکش میکنه مبنی بری که گویا داعش به فلان جنبه ارتباط داره تا جامعه افغانی از اینی طرف قضیه اخفال شده باشه از این طرف قضیه واقعیت ها از چشمشان پنهان مانده باشه یعنی بازی با افکار است و الا به خودشان معلوم است به هیچ وجه برای روس برای روسیه پنهان نیست که بگویم من اینی قسمت از دید آمریکا پنهان کرده میتونم همه چیزی که روسا میکنه برای آمریکا هویداست هر چی که آمریکا میکنه برای چین ها هویداست اینا ای گپایی که در میدیا رسانه ها میزنن فقط مصرف منطقه‌ای مصرف درون افغانستان و مصرف جهانی برای ملت ها دارن نکته دومی که پیشکش میکنن این است که قدرت خود را یعنی هدفی که دنبال میکنه از این مسائل قدرت نمایی می کنند برای گرفتن امتیاز و شریک بودن در امتیازات درون افغانستان و در بازی های خاورمیانه و حول محور خاورمیانه که ارتباط با کشور ما هم دارند به نحوی یک جای انگشت افگار هم دیگر قائم می گیرند که در نقطه دیگر ازش امتیاز بردارند آقای عمر خیلی فکر میکنین که واقعا روسیه با چنین بیانیات در فکری باشه که در قسمت مدیریت اوضاع افغانستان نقش بیشتری را ایفا بکنه حتی شما بیانات سخنگوی رئیس جمهور پیشین افغانستان شنیدن که گفته بود در صورتی که ایالات متحده آمریکا از افغانستان بره گزینه بدیل میتونه روسیه باشه ببینین من یک چیز راجع به داعش میگم برای شما تمام کشورهای آسیای میانه اگر به داعش کمک میکنه در راستش آمریکا است بدون اجازه امریکا یک گام مانده نمیتونه مسئله دوم بیاد شما باشه که وقتی که در افغانستان جهاد بود با مجاهدین که امریکا کمک میکرد با عربستان سعودی رو وادار ساخت که امریکا قدر مصرف تو باید بده آل همه متراست همه چیز در راستش امریکا ببینیم ابوبکر البغدادی در خود باگرام اسیر بود پیش امریکا چطوری از باگرام گریخت سه نفر از اون بندی خانه که من هم در باگرام پیلوت بودم باگرام برای ما معلوم است شش سال در اونجا پرواز کرد چطوری برآمد از اینجا از کدام طریق خود این به بغداد رسون همین قدرت کی میدانه بکنه همین کار کی میدانه بکنه باز در اونجا این پیدا شد و نقاط را بگیره که در اونجا نفت خیز است که در اون وقت اگر یاد شما باشه نقاط را که در تمام دنیا نفت به حد ارزان بود که آب قدر ارزان نداشت. گپ معلوم است. وضع معلوم است. ممکن صد مقدلت دیوان باشه مگر به اجازه امریکا. بدون اجازه امریکا کس به اونا چی مکت نمیکنه. آمدیم راجع به سوالش. شما فکر بکنین که روسیه با ما هم سرحد است. نزدیکترین کشور برای ما روسیه است. ای تاجیکستان و ازبکستان اینا یک اقمار هستند
همیال هم قوات های اساسی روسیه در منطقه است. نمیشه جای بجای هم شده، هم جبه. بنان مسئله سر بدیل نیست. یعنی حداقل روسیه در تلاش ازی است که نقش بیشتر در اوضاع افغانستان داشته. ببینین جوپولیتیک شما، جغرافی شما، چی جغرافی طبیعی شما باشه، چی جغرافی سیاسی شما باشه، در امی منطقه از نقطه نظر عسکری حاکم است. هر کشوری که افغانستان در دست خود داشته باشه، بالای هند، بالای پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، بالای همه اینا چیز هستن. به اصطلاح بادار هستن. چرا این نقطه، نقطه بسیار استراتژیک است. و روسیه ای را می فهمه که اگر این دائم در دست امریکا بفته و در دست امریکا باشه، بخواهی یا نخواهی بنیادگراها به طرف ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان حتما میان. اما در از واد اونجا این منطقه که ناامن شد و خود به خود ناامن میشه. این مسئله حل است. این هر کس میفهمه. استراتژی امریکا اینمی هست. 50 سال پیش استراتژی امریکا همی بود که در افغانستان بیه. این که به کدام شکل بیه، چی شکل بیه، به هر شکلی که آمد خواه آمد. روسا عین چیز دارن، عین مفکوره را دارن. اگر امریکا پایش در اینجا محکم شد، این جمهوریت های آسیای میانه که در روی افرادگره ها موجود هستن، ناامن است. ناامنی از یه مستقیم ناامنی روسی است. بنان از این خاطر میگه که ما هیچ اجازه نمیتیم که داعش در افغانستان تقویه شد یا اینجا مرکز پیدا کنه یا به ما ضرر برسد. بنان در اخیر چی میشه؟ بالاخره چطور؟ در اخیر تشدید ناامنی ها در داخل افغانستان بیشتر نمیشه؟ آه، 100%. امروز در افغانستان به حد ناامنی هست. یکی است که ما شما عادت کردیم. ما شما به همه چیز عادت کردیم. اگر خانه ما را کسی ببرم، ما به این عادت کردیم، شکایتم نمیکنیم. اگر کسی ما را کس بکشم، ما به این عادت کردیم، شکایتم نمیکنیم. ولی به حد ناامنی در افغانستان است که هیچ افغانی نه در شهر کابل نه دیگر شهر خود امن احساس نمی کند. ای از دست کی است و چرا هست؟ 1,60,000 سرباز ناتو و امریکا در افغانستان وجود داشت. در همون وقت اینا محاسبه کرده بودن که کل طالب 5,000 و کل طالب هم تنها در اروزگان است. ای چطور شده میتونه که با این سرباز که تا دندان مسلح است و دولت افغانستان، سیاستمدارای افغانستان که تشنه پول امریکا هست، از امریکا استقبال میکده، کلی گپایشون به طرفداری از بود و این طالب گم نشد زیاد شد. چی بودی؟ کی را زیاد کرد؟ چی رقم زیاد شد؟ یعنی مشکلش شما در همین اختلافات دو قطب میبینید؟ کاملا دیده میشه. همین روز مردم میگه، نه تنها که مردم میگه، بلکه روسا هم اعلان میکنه که قسمت اعظم داعش ها از سوریه و عراق آمده در سرحد افغانستان، در بلوچستان و دیگر نقطه سرحد افغانستان جا به جا شد. چطور آمد؟ چی رقم آمد؟ به کدام شکل آمد؟ کی را آورد؟ تنها پاکستان؟ پاکستان قدرت نداره، نه قبول داره که جنگ افغانستان تمویل کرده بتانه. بنان در راست تمام چیزهایی را که نامنی هایی را که در منطقه و در جهان میبینین و امریکا هست. تشکر. داعش اجازه بتین، داعش از عراق هم گم نشده. یک قسمتش گم کرد، یک قسمتش برای آینده خود مانده. از سوریه هم گم نشده. همیالیم. انتحار میکنه، انفجار میکنه، در موجه نامنی را خلق میکنه. ای ما، داعش، طالب، هم عسکر امریکا هستیم. تشکر. هر رقم که ما را استعمال میکنه، ما را استعمال کرده میتونه، مشکل برای ازی نیست. بنان، ولی یک چیزی بسیار مهمی است که بخواهی یا نخواهی در صورت موجودیت امریکا و اینی پالیسی امروزی روسا خود میرسانه. تشکر. به هر شکلی که باشه روسا خود در اینجا میرسانه و این منطقه ممکن به ناامنی به این شکل تبدیل شده که خدای نخواسته میدان جنگ بین دو قدرت نشود، ولو این جنگ سرد باشه. تشکر. جنگ سرد هم که باشه، به اقتصاد ما، به وحدت ما، به دولت ما باز هیچ چیزی نمیمونه. تشکر. آقای انوری،
اون چیزی که آقای منتظری هم اشاره کردن ظاهرا سیاه و سفید در بحث داعش کاملا روشن است. حال چیزی که باقی میمانه اختلاف دو قطب است، ایالات متحده آمریکا و روسیه. پیامد این اختلاف ها چی میتونه برای آینده افغانستان باشه؟ متاسفانه افغانستان کشور ما شما در طول تاریخ هیچ گاهی از مزایای وحدت و اتحاد نظری بعضی قدرت های جهانی مستفید نشده، همیشه اینا خسارت پردازی بدبینی ها یا اینکه به اصطلاح خب این قدرت ها که در مقابل همدیگه قرار گرفته، افغانستان مردم افغانستان جغرافی افغانستان فقط خسارت پرداخت کرده و امروز هم با کمال تاسفش خود دولت مردای افغانستان، احزاب سیاسی افغانستان، شخصیت هایی که در طول سه دهه مطرح بوده در سیاست افغانستان، اینو نتونستن که حداقل در سطحی که منافع ملی افغانستان ایجاب میکرد اینا نتونستن عرض اندام بکنن، حداقل از فرصت هایی که به اصطلاح ایالات متحده آمریکا با روسیه در تقابل قرار میگیره که اینا بتونه از او به نفع افغانستان استفاده های خود در ابعاد مختلفش سیاسی و نظامی و اقتصادی ببره. متاسفانه یعنی فکر میکنین که تمام عوامل بحران افغانستان برمیگرده با مو مشکلات سیاسی و ساختارهای سیاسی که در افغانستان است؟ ببین بله، یعنی من فکر میکنم که به همو پیمانی که به اصطلاح کشورهای یا قدرت‌های بزرگ جهانی از موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان استفاده سو میکنه، متاسفانه به همو پیمانه شخصیت‌های سیاسی افغانستان، دولت مردای افغانستان هم ضعف داره که نمیتونه به اصطلاح خود فرصت به نفع خود افغانستان استفاده بکنه. ببینین فی‌الحال روسیه تحریم اقتصادی از طرف ایالات متحده آمریکا، خودش تحت فشار است. جنگی که در سوریه داره یک مصرف بسیار گزاف داره که روسیه رو پرداخت میکنه و سوی هم اروپا که وارد کنندگان درجه اول گاز روسیه بوده، اونا هم یک پس از دیگه از طریق ایالات متحده آمریکا تهدید میشه که باید واردات گاز به اصطلاح خوب از خود روسیه اینا یا قطع بکنه یا کاهش بده. این کلش دست به هم میده که برای اقتصاد روسیه یک فشار بسیار بالایی رو وارد بکنه. بنابراین روسیه می چی میکنه؟ میبینه که آمریکا پاش در داخل افغانستان گیر است در این قضیه. در طول 17 سال هم نتونسته به اصطلاح او امنیت رو برای مردم افغانستان وعده داده او را ایجاد بکنه، از سوی هم مسائل سنگین هم روی دستش آمده. بنابراین روس ها بیشتر روی این قضیه تکیه میکنه، در این میجه یک فرصتی است که بتونه فشار ایالات متحده آمریکا را بالای در قدم اول بالای خود روسیه اینا بتونه کمتر بکنه و از سوی دیگه خب طبیعتا روس ها در طول تاریخ افغانستان به اصطلاح موجود و قلمروی که بتونه منافع ملیشون از طریق افغانستان در منطقه تامین بکنه که اونا حساب میکنه. روی این لحاظ طبعا اونا مثلا کنفرانس رو ایجاد میکنه یا اینکه به اصطلاح خب یک ایده از طالبا یا بعضی گروه های دیگه رو به اصطلاح اونا تمویل میکنه که بتونه در مقابل گروه هایی که از طریق ایالات متحده آمریکا یا به اصطلاح متحدین از اونا در اینجا سپورت میشه اینو بتونه استفاده بکنه و اظهار وجود داشته باشه. واقعا عوامل بحران افغانستان فکر میکنین موقعیت ژئوپلیتیکی که افغانستان عملا داره این سبب شده تا کشورهای بزرگ جهان مثل ایالات متحده آمریکا و روسیه بین درگیر یک جنگ نیابتی شوند و اینکه ساختارهای سیاسی واقعا در داخل افغانستان مشکل داره؟ البته عوامل میشه به عوامل درجه یک، درجه دو، درجه سه دسته بندی شوند، چون شما وقتی که میخواین یک پدیده ای را تجزیه و تحلیل بکنین باز یک روابط تبیین میکنین، این علت ها را میشناسین و روابط بین اونها را، یک وقت است که شما ای را تفسیرش میکنین، رابطه علت و معلولی را از پایین به بالا یا از بالا به پایین پیدا میکنین. تمامی عوامل هم وزن نیست، ممکن است شکل گیری یک مشکل یا شکل گیری یک موضوع یک مسئله ده تا عامل داشته باشه، ولی یک عامل وزن بیشتر داره، یک عامل وزن کمتر داره. خب حداقل امو متغیرهایی که در رده اول قرار دارن چی است؟ اساسی ترین عامل امو موقعیت ژئوپلیتیک ماست که قدرت های جهان از درازنای تاریخ شروع خصوصا دوران جنگ سرد به عنوان پرده حائل یا منطقه
حجاب حائل بین دو تا قدرت در نظر گرفته شد و مورد مداخلات اردو بود و تا به امروز که ما شاهد این مسائل هستیم که حالا جهان به یک قدرت هم نه، جهان به جهان تک چند قطبی تبدیل شده و اونمو تک چند قطب هم مداخله خود داره و اینجا رویارویی دارن و قضای خود اینجا صاف میکنن. ولی تنهایی نیست. بعد یک نوشته داریم کتاب با نام فرهنگ و بحران امنیت در افغانستان، خواستیم که علاوه بر عوامل بیرونی بیشتر ریشه های تشدید، تمدید و تجدید بحران امنیت در افغانستان رو در خود ما ارزیابی بکنیم. اینا ریشه در فرهنگ ما داره. وجود بحران در افغانستان و تداوم بحران در افغانستان ریشه در فرهنگ ما هم داره. چنانچه قبلا عرض کردم ریشه در دینداری ما هم داره. ریشه در طرز تفکر سیاسیون و نخبگان ما هم داره. ریشه در درجه عقلانیت و خردورزی ما به تناسب قرنی که قرار داریم هم داره. یعنی شما اینا رو وقتی که بیارین در کنار هم دیگر بگذارین، جایی که اسلام به صورت بسیار نرمال خود رفته، با تبلیغ رفته، یک اسلام متین، جهان شمول، منعطف، همه پذیر، آرام، متمدن و فرهنگی پیدا میکنین. بسیار فرق است بین اسلامی که شما در الازهر شریف پیدا میکنین و تا مدارس دیوبندی که به پاکستان پیدایش میکنین. ولی هر جایی که اسلامی که بله، ولی جایی که اسلام به زور شمشیر رفته، با قهر رفته و به جبر پذیرفته شده، میبینیم که اوجا یک تفکر خشن، اوجه یک برداشت خشونت آمیز، آیه های زننده، آیه هایی که بسیار امر به جهاد و کشتن میکنه بیشتر برجسته است تا با آیه هایی که به سمت مدنیت و زندگی و سعادت و رفاه و آسایش و هم دیگر پذیری خریداری دوتا از کشوری به کشوری، از جای به جای فرق میکنه. شما در کشور زندگی میکنین که اگر یک روحانی بس به تون آواز بسیار ملایم بیای خود به نماز جمعه شما رو بته، جایگاهی بسیار پایین داره و خیلی پذیرفته نیست. اگر بیای بسیار از جایگاه خوب زن و حضورش در جامعه تعریف بکنه، به جوانای احترام بکنه، با ملایمت و با انعطاف صحبت بکنه، یعنی او یک ملای درجه دو سه محاسبه میشه تا یک ملایی که بسیار با خشونت خطبه میده، صدای بلند، خشن، الفاظ شدید، از عذاب خدا شروع تا به بحث های درون اجتماع. این قرائت دینی است، بستر میسازه برای تداوم بحران. از نقطه نظر فرهنگی شما وقتی که به چیتان میخواین یک واژه خوب استفاده بکنین، اما واژه نوازشی کودک خود واژه تلقین کننده خشونت است، مانند شیر بچه. درنده ترین حیوان میاره به عنوان واژه نوازشی استفاده میکنی. شما وقتی وارد مکتب میشین و مکتب و پوهنتون، استادی که دمی روی صنف استاد میشه 80-90 درصدش اول یک چهره خشن و عبوس به خود میگیره و بعد با رفتار بسیار تند وارد صنف میشه. اینا تاثیر خود داره برای تداوم. شاید از دیدگاه بعضی های صحبت کالما میکنم خیلی ارزنده نباشه، ولی وقتی که دانشگاهی شما با یک مفکوره خشونتبار پرورش یافته، مدرسه شما با یک مفکوره خشن پرورش پیدا میکنه، از ضرب زیدون، زید امر را زد، فلانی فلانی را زد، از اینجا شروع میکنه طلاب، همگی قهر است، همگی با شتاب صحبت میکنه، همه خشن صحبت میکنه، همه با احساسات صحبت میکنه. اگر شما یک عکس با تبسم یک سیاستمدار یک جایی ببینین برش خورده میگیرین، خب آدم کم شخصیتی، اینا بسترهای اجتماعی و فرهنگی اگر شست. بحث جنبندی بکنیم با در نظر داشته می بسترهای فرهنگی و اجتماعی را که شما توضیح دادین و این اختلافات امریکا و روسیه در طرف دیگر، واقعا چقدر میتونه میزان آسیب پذیری افغانستان در چنین وضعیت بیشتر بسازه؟ با تاسف میشه گفت که رویارویی قدرت ها که نه تنها روس و امریکا است، بلکه کشورهای بسیار زیاده نه تنها مخالف و رقیب متخاصم اینجا هست، مانند قضیه ایران و عربستان، قضیه ایران و امریکا، روسیه و امریکا، هند و پاکستان، چین و امریکا، انگلیس و امریکا، فرانسه، آلمان و امریکا، اینا را در نظر بگیرین و از این طرف هم که ما از نقطه نظر سیاسی، فرهنگی،
ایدئولوژیک آمادگی چندانی تغییر و تحول چندانی نداریم، آسیب پذیری جامعه افغانی را درجهش بسیار بالا برده و بالا میبره. امیدواری رسیدن به ثبات که خیلی دور، اصلا رسیدن به ختم جنگ برای ما مشکل میشه. ما مرحله ختم جنگ را تا صلح متفاوت میبینم و صلح را تا ثبات متفاوت میدانم. ما به ختم جنگ که یعنی حداقل به صورت یک آتش بس واره افراد سلاح خود به زمین بگذاره و بیای وارد سیستم شوه، امیر دور میدانم. و تناسب عوامل زیاد بیرونی که برشمردم، ای کاش تنها قضیه روس و آمریکا می بود، به یک شکل حلش میکردیم. اما اینجا خصومت های نیم قرنه 10 تا کشور 20 تا کشور اینجا حل میشه. حل کردن اینا برای ما بسیار سخت است با یک آمادگی کمی که در قضیه داریم. تشکر آقای امرخیل، باور شما چی است؟ با این اختلاف ها واقعا چقدر امیدواری ما را بر ختم جنگ کاهش میده؟ میبینین مسئله امیدواری و ناامیدواری مسئله جداگانه است، ولی نظر ما بایست یک نظامی تا زمانی که ما قدرت زیر پیدا نکنیم که با مقابل دشمن سلاح، تکنیک و افکار خوبی داشته باشیم، قوی داشته باشیم، ما چیزی کده نمیدن. اولین چیزی که اگر میخواهید که ما را به صلح نزدیک کنه، ما باید یک گردوی، یک پلیس، یک نت بسیار قوی را داشته باشیم، نه به این حالت ابتدایی که حاله است. و این برای چی وقت میشوندش که ما سیاست مدارای داشته باشیم که از روی تعقل، عقلانیت و از روی منطق امریکا را وادار بسازه یا به این جلب بکنه که ما را به حد تقویه بسازه که برابر به همسایه های خود. یعنی باز هم نیازمند یک برنامه دراز مدت است. طبعا دراز مدت نیست، کوتاه مدت هم شده میتونه، ولی اگر ما همین بازی را انجام داده بتانیم. تشکر. و اگر ما به می فکر باشیم که با بازوی خود یا با مفکری خود نباشیم و روی از اینکه مثلا قف روی دریا که هر طرف میبره می توشیم که امریکا ای تو گفت ما ای تو میکنیم، اگر امریکا یک روز روی خوش به ما نشان داد یا در پالوی ما استاد شد، ما دندوره میکنیم که است نیست ماست در دنیا. تشکر. به این شکل نه اداره مملکت میشه نه تقریبا. فقط اولین چیزی که ستونی و قرات یک مملکت تشکیل میده و قوتای نظامی شد. قوتای نظامی که تقویه شد هم صلح میه، هم اتفاق میه، هم امنیت میه، هر چیز به وجود میه. ولی به این حالات موجودی که عالی است شما این چیز هم کرده. تشکر آقای مروی، خیلی کوتاه. بله. نتیجه گیری شما را میخوایم داشته باشم که فکر میکنین که راه حل چی است؟ ما میتونیم واقعا به ختم جنگ برسیم یا اینکه خیلی زمان نیاز داره؟ بله، ما بارها تاکید کردیم و باور دارم و حالا هم خدمت شما بیان میکنم، تا زمانی که دولت و ملت افغانستان خود اینا روی داشتهای خود، توانمندی های خود حساب نکنه و همیشه حساب امنیت افغانستان، پیشرفت افغانستان برای کشورهای خارجی اینا منوط بدانه، افغانستان راه به جای نمیبره. تنها راهی که وجود داره و سیاستگرانی که در فکر تقسیم منابع هستند به چنین وحدت خواهد رسیدن. دقیقا ببینین یک زمانی است که به اصطلاح باید کار شود در رابطه با این قضیه. مثلا دولت وحدت ملی زمانی که آمد در آغاز خوب بود، گروپ ها، احزاب، شخصیت های به اصطلاح خوب فعال سیاسی را اینا را کوشش میکرد که جمع کنه در محور دولت وحدت ملی که نامش بود. اما دیری نپوید که متاسفانه انحصار و خودخواهی با کمال تاسف سب که اینا را احاطه کردن، نه تنها نتونستن این دولت به اصطلاح با معنای واقعیش در سطح 50% وحدت ملی بسازه، که اینا را با کمال تاسف مردم از هم دیگه دور کرد، احزاب از هم دیگه دور کردن. تشکر، سپاسگزار هستم مهمانان گرامی از حضورتان و بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده بازنگاه بودین. تا برنامه بعد، الله نگهدار.